امروز میخوایم چند تا از صحنه های خطرناکی که حبیب نور محمدوف نزدیک بود براش مشکل به وجود بیاد و براتون بذاریم و کامل مبارزاتش رو ببینید که چه اتفاقی افتاده بود و چه جاهایی خیلی خیلی براش خطرناک بود. عجب کروسفیکسی رو اینجا ولی جمع جو کرده و حریف رو داره میزنه. حبیب نور محمدوف 29 تا برد بدون باخت، اما خطرناک بوده بعضی اتفاقا براش. The Eagle بهش میگن اوغا. نور محمدوف یا نورومگمدوف یا ننکار عالی، جوجیتسوکار عالی، سامبوکار عالی، کشتیگیر عالی، بوکسور عالی، ولی امروز با ما همراه باشید لحظه هایی که براش خطر پیش اومده و حالا میریم که اون لحظه های خطرناک رو بهتون نشون بدیم. اولین مبارزه اون با آگافونوف بود در اوکراین، سازمان M1 گلوبال. حبیب ببینید چقدر جوونه اینجا و ببینید چه اتفاقاتی میفته. آگافونوف شروع میکنه به لوکیک زدن، لوکیک های وحشتناکی رو میزنه به حبیب و ول نمی کنه این لوکیک ها رو. ببینید از داخل، از بیرون، کفکیک، لوکیک، پیاپی میزنه به پای حبیب و ببینید پای حبیب هی داره سرخ میشه. اوورهند رو نشون میده، هایکیک رو نشون میده، ولی در نهایت لوکیک رو محکم میزنه و حتی برای زیرگیری وقتی میخواست حبیب اقدام بکنه خیمه های سنگین میزد. نگاه کنید چقدر زیبا کار میکرد و اینجا هم نزدیک بود که گیوتین حبیب رو جمع جور بکنه و اگر حبیب اینجا باخت داده بود الان دیگه ما نمیگفتیم بدون باخته، اما حبیب از این مخمصه خارج میشه و مبارزه ادامه پیدا میکنه، باز لوکیک میزنه. ببینید دوستان اینا خطرناکه، هر کدوم از اینا ممکنه کلا ستون سیستم کل بدن رو خراب کنه بیاره پایین. وقتی لوکیک زیاد بخوری پا ممکنه دیگه اصلا نتونی بیستی و میبینید پای حبیب چقدر سرخ شده اینجا، چقدر سرخ شده و حبیب وقتی که میخواد ضربه ای رو بزنه حریفش محکم لوکیک رو میزنه بهش و تا میبینه که حبیب حواسش به پایینه ضربه رو به بالا میزنه. مشاهده میکنید گیج میکنه اینجوری حبیب رو. حبیب اینجا در یه غافلگیری بر زیگری میخواد اقدام کنه که حریف هم پرت میکنه بیرون، اعصابش خورد شده، پای حبیب داغون شده. اینجا داور چون که تیک داون کرده و بیرون رفته میگه همون در زمین ادامه بدین وسط رینگ و میدونید که دیگه سلطان خاک کسی نیست به جز حبیب و تکنیکال ناکاوت میشه، حریفش نمیتونه ادامه بده. همون خاک رفتن نجات داد اینجا حبیب رو، مگه نگه مبارزه در ایستاده ادامه پیدا میکرد اون لوکیکا کارو تموم کرده بود. مبارزه بعدیش مبارزش با جانسون UFC 205. حبیب همین چهره که مشاهده میکنید در مقابل جانسون، این بار در UFC داور بیگ جان مکارتی. ببینید چقدر لفوک عالی، باز کامبینیشنش با لوکیک و لفوک محکم اینجا حالت اوورهند میزنه با اینکه دفاعش جمع جور بود ولی مستقیم زد تو صورت بادی پانچ و کامبینیشن های پیاپی که میزنه به حبیب. نگاه کنید میخوابونه رو صورت. اینا همه خطرناکه، خیلی از فایتره یه دونه از اینا میخورن طلاق میفتن زمین. باز بادی پانچی که البته این رو دفاع میکنه و کامبینیشن های خوبی که میزنه جانسون و مستند کامل حبیب رو هم براتون گذاشتیم در همین کانال، حتما ببینید. اینجا برای زیرگیری میخواست اقدام بکنه که موفق نشد، دست رو زد زیر کتف و اینجا با درگیر کردن پا جانسون رو میاره در خاک و در کروسفیک. در چه پوزیشنی کروسفیکس رو خوب جمع جور کرد و ضربات پیاپی محکمی که در خاک اگه کسی بیاد دیگه کارش تمومه. بهشت حبیب اینجاست. ضربه های پیاپی که شروع میکنه زدن به جانسون در خاک و راند بعدی، راند دوم، جانسون باز شروع میکنه به همون کامبینیشن زدناش. اینجا یه اوورهند اومد بزنه که موفق نشد ولی جباش خوابید. یه دونه نی یا آپرکات برای زیرگیری اومد اقدام بکنه که اونجا اومد گیوتین بکنه. حبیب رو ببینید گیوتین رو خوب جمع جو کرده، محکم گرفته. اینا واقعا خطرناکه. حبیب که راحت خارج میکنه خودش رو، اینجا هم باش حرف میزنه با جانسون، یکی تایتل مال من، هم حرف میزنه هم بهش ضربه میزنه که خیلی معروف بودین فیلم که در گوشه آکتگان هم حریفو میزنه هم باش حرف میزنه و اینجا کیمورا رو محکم جمع جور میکنه و تموم میکنه کار جانسون رو، تموم میکنه. ولی
از این بود براش مشکل ایجاد بشه. جانسون در مقابل حبیب. هم دیگر هم بغل میکنن و حبیب که گفته بود این فایتر خیلی خوبیه و لحظاتی هم که مشکل براش به وجود اومد و دیدید و مبارزه بعدیش حبیب در مقابل کانر مکگرگر. کانر هم مشکل ایجاد کرده بود برای حبیب. میخوایم صحنه‌اشو ببینیم. به هر حال کانتر پانچ زن عالیه، بوکس خیلی خوبی داره، ایستادش عالیه. ببین چقدر قشنگ بادی پانچو حبیب میزنه و اینجا لف پانچ، فرانک کیک، ضربه هایی که به حبیب داره میزنه. مبارزه در راند سوم اینجا. اینجا برای زیرگیری میخواد اقدام بکنه حبیب که حواسش هست، تمریناشو کرده که وقتی زیرشو گرفت نیاد در خاک، که البته بعد در ادامه ببینید چه اتفاقایی میفته. کانری که ایستاده عالی داره، ببین چه آپرکات محکمی زد به حبیب. اینا همه خطرناکه، ممکنه هر کی رو بندازه. های کیک عالی که میخوره، بادی پانچ، ضربه های مختلف. کانر مکگرگر واقعا خطرناکه در ایستاده. چک اومد بزنه، نه خود میبینی دستش هم نشون داد چک. واقعا یه جوری دعوا داشتن میکردن تو این مبارزه با هم تا فایت. دعوایی بود که واقعا بعد یکی فقط میومد بیرون از این رینگ، یک نفر پیروز میشد. یه چک دیگه، هم چک میزد هم ضربه میزد، جفتشون این کار را انجام میدادن. و کانر مکگرگر ببینید چقدر قشنگ گیر انداخته بود اونجا حبیب رو، نمیذاش نزدیک بشه. اینجا برای زیرگیری اقدام میکنه در راند چهارم، یارتش بغل و با یه فت پا اینجاست که دیگه کارش رو تموم میکنه. روی نکت شوک و دیرم ولش میکنه و داور جدا میکنه و کارو تموم میکنه. چند تا بعد و بیرام بهش میگه و دیگه اون داستانایی که بیرون رینگ اتفاق میفته و دعوایی که تو مستند گفتیم براتون، ولی نزدیک بود مشکل ایجاد بشه براش. اونجا هم ضربه های خوبی رو زد و همچنین این مبارزه با داستین پوریر خیلی خطرناک بود. این یکی UFC 242 با هم مشاهده کنید. داستین بوکس خوبی داره، اونجا با لوکیک شروع کرد ضربه زدن. میدونی که با لوکیک خود کانر هم اسیر کرده بود. ببینید چقدر قشنگ با بوکس چند تا ضربه، ببینید چه جوری قابون تو صورت حبیب، چه جوری میخوابونه به صورت حبیب. و حبیبی که فقط داره فرار میکنه دنبال موقعیتی که زیرگیره خودش رو انجام بده. اینجا باز یه نیم میخواست بزنه که دفاع میکنه، باز فرارای حبیب رو داره میبینی، فقط فرار. داستین پوریر که قلدر داره میره جلو. اینجا هم بازی مشتش خوابید، یه ذره گیجم زد حبیبا، ولی اینجا برای زیرگیری اقدام کرد. و وقتی زیرو بگیره داستان پیچیده میشه. میاره در خاک، شروع میکنه آرنجای محکم زدن به سر و صورت داستین پوریر. اینجا ضربای خیلی وحشتناکی داره میخوره که شانس میاره راند تموم میشه. میریم برای راند بعدی. در راند بعدی در ایستاده مبارزه داره ادامه پیدا میکنه. راند سوم، اینجا برای زیرگیری میخواد اقدام بکنه، زیرو میگیره، ولی ببینید خطر اینجا با گیوتینو گرفته بود، جمع و جور کرده بود، محکم هم گرفته بود. هر کی دیگه ای بود تموم بود اینجا. 30 ثانیه، بیشتر از 30 ثانیه نگه میداره خودشو در گیوتین. مگه میشه همچین چیزی؟ گردنو محکم گرفته، هر کی بود تپ کرده بود و تپ نمیکنه. خطرناک ترین قسمتی که برای حبیب به وجود اومده بود اون بود و حبیب سوئیچ میکنه، این بار اون میگیره ریر نیکد چوک، نه گیوتینو، و کارو تموم میکنه. ولی نزدیک بود اون گیوتین تموم بکنه کار حبیب نور محمدوف. یکی از خطرناکترین لحظه‌ای بود که در تاریخ مبارزه حبیب براش به وجود اومده بود. میریم به ابوظبی در دبی، در یاز آیلند، مبارزه بین حبیب نور محمدوف و جاستین گیجی که اونم فایتر خیلی خوبیه، کشتیگیر خوبی هست، بوکسر خوبی هم هست و خوب سویچ میکنه، سرعت خیلی بالایی داره و اومده بود که کمربند رو از حبیب بگیره. روبروی هم دیگه ایستادن دوتا فایتر قدرتمند و ببینیم این مبارزه چه اتفاقاتی میفته و چه خطراتی براش به وجود قراره بیاد برای حبیب. مبارزه آغاز میشه، لوکیکای خوبه گیجی رو میبینید، باز لوکیک محکم، چقدر محکم میزنه این لوکیکو به حبیب. اصلا صورتش معلوم بود که دردش گرفته. اوورهند عالی که میزنه به حبیب، بادی پانچی که نمیخوره، باز یه لوکیک. نگاه کنید، واو، ضربه هایی که
میخوابه یه اوورهند دیگه، ببینید اوورهند رو میزنه و میخوابونه رو صورت حبیب. لحظه های خطرناکه واقعا. باز لوکیک محکم پا رو ببینید، حق ضربه محکمی رو میزنه. گیجی هم خوب داشت کار میکرد، ولی ببینید در نهایت چه اتفاقی میفته. باز لوکیک جهایکی که خوب دفاع میکنه و مبارزه که ادامه پیدا میکنه. در همون راند اول اینجا چند تا لوکیک رو حبیب زد و در ادامه باز گیجی هنوز نرفته در خاک و اصلا خاک رو نشون نداده. آپرکات وحشت، این آپرکات هم خیلی خطرناک بود، یه نمه به هم ریخت حبیب رو. برای حبیب ادامه داد، باز لوکیک. دیده بودن لوکیک میخوره حبیب زیاد. و یه اوورهند دیگه محکم، ضربه های محکمی که حبیب داره میخوره از گیجی. ببینید واقعا این رفوک وحشتناک بود. و لوکیک، باز دوباره لوکیک میزنن بهش و اینجاست که برای زیرگیری اقدام میکنه مثل برق و باد. 10 ثانیه مونده تا پایان مبارزه، فقط 10 ثانیه. اونجا میاد که جمع جور بکنه آنبار 2 ثانیه و شانس میاره، شانس میاره که راند تموم میشه، اگر نمیتونست ساب میشن بکنه گیجی رو. میریم برای راند بعدی و اینجا حتی به این مربیش پیش میگه چند تا لوکیک دیگه بزنی کارش تمومه. باش داغون شده بود حبیب و این صحنه های خطرناکی که برای حبیب به وجود اومده بود، همین لوکیک ها خطرناکه و واقعا میتونست که مبارزه رو تموم بکنه. اینجا باز چند تا ضربه بالا میزنه، ببینید یه اوورهند دیگه راستین گیجی میزنه. گیجی خوب کار کرده، باز اینجا لوکیک دیگه، ببینید پارو پاه اصلا قرمز شده های حبیب، فرانت کیک. اینجا اومد لوکیکو بزنه، همونو مثل برق و باد عین کروکودیل میگیره. ببینید اومد بزنه عین کروکودیل، گرفت پارو، گرفت اومد بغل، رفت توی بک مانت و جمع جو کرد تراینگل و محکم فشار خیلی زیاد، طوری که اصلا بیهوش میشه گیج، بیهوش میکنه گیج رو و تموم میکنه کارو. و بعد از این مبارزه است که خداحافظی میکنه، دستکشاشو در میاره، از تمام UFC و فایت خداحافظی میکنه تا به امروز که داریم صحبت میکنیم. به نظرتون برمیگرده یا نه؟ برامون بنویسید. دوستان مرسی از این که ما رو دنبال کردید و درخواست کردید براتون گذاشتیم این مبارزات رو. از پلیلیست ها غافل نشید که دنیاییه. لطفا ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید که هر برنامه جدیدی گذاشتیم بتونید زود مشاهده بکنید. اینجا ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد شده، لطفا اونا رو هم ببینید، نظرتون رو بهمون بگید. مرسی که دنبالمون کردین، خدا نگهدار.